سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن شرجی و ابری به شما سلام میگم. در ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین رویدادها و اخبار مربوط به ایران و مردم ایران. آنچه که در عرصه مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 می‌گذرد و در هممرزی ایران رویدادهای عراق و پیامدهای این رویدادها بر عرصه داخلی ایران و نگاهی خواهیم داشت به کارنامه یک ساله دولت احمدی دولت حسن روحانی نگاهی به کارنامه دولت او خواهیم داشت و همچنین روند اختلافات میان دو جناح تشکیل دهنده جمهوری اسلامی. با من و شما هستند میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر در لندن دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن دکتر محسن سازبار. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به جناب چالنگی عزیزم، دکتر محسن سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگار فاصله ما زیاد نیست، ضمن سلام به شما. اونجا هم فکر می‌کنم شرجی و جرم دیگه نیست. من هم آقای چالنگی خدمت شما و آقای دکتر نوری‌زاده عزیز عرض سلام و ارادت دارم و واشنگتن امسال باروناش به جای ماه مرداد از ماه تیر شروع شده و همجور که میگیم شرجی و مرطوب شده خیلی. به هر حال موضوع باید بود، درخت هست که میفته حدود ما چنین شده و جاهای دیگه باید خیلی موضوع بود و این مارهای سیاهی هست که بی خطر هستن به اصطلاح، این هم بیرون میزنن توی این طوفان ها و یکی دو تاشون این حوالی دیده شده و خطری هم ندارن. گفتم اطلاع داشته باشین بقیه احوالی. اما آقای نوری‌زاده عزیز، اگر مارهای سیاه این برخلاف چهره چه رنگشون و هیبتشون و اینها ترسناک هست اما ایشونو خطری ندارن چون سمی نیستن، در اینجا ویرجینیا مارهایی در منطقه در جریان هستند و بسیار خطرناک با رنگهای مختلف. در عراق وضعیت به جایی رسیده که ظاهراً هر طرف که شهادت کشته یه زمان سود اسلام بود، الان معلوم نیست سود کیه. تفسیر از شما میشنم. بله، گفت مارهایی هست که ملتها به مار غاشیه داعش پناه میبرن از شرش، اغلبشون هم عمامه دارن و این مشکل اساسیه کشوره. یعنی واقعا مشکل اساسی همه ماست، منطقه است. این اسلام نابانقلابی محمدی در دو بچه شیعه و سنیش واقعا پدر منطقه رو در آورده و هر روز بیشتر میکشونه به سوی یک رویارویی پیدری نعمتی که واقعا من همش میگم خدا اون روز رو نیاره، برای اینکه آنقدر این میتونه کشنده و دیرپا باشه. یعنی 20 سال ما گرفتارش بشیم. این حرف رو آقای لخزر ابراهیمی، این حرف رو با آقای احمدی نژاد در ایران زده بود که آقا در عراق در سوریه اینقدر دنبال مذهب بازی نباشید، اگه این جنگ را بیفته اول همه خودتون یقتون رو میگیره و قربانی میشه. به هر حال چنین است آقای چالنگی عزیزم، چنین است. وقتی پایه و اساس یک نظام دروغ و فریبکاری باشه طبیعتاً آدم چه انتظاری داره؟ داشتم حرف آقای خامنه‌ای رو می دیدم، رهبر جمهوری اسلامی دوباره با همون ادبیات
فوش به آمریکا و ناسزا گفتن و دشمن و غیره. آخه اینو برای کی شما داری میگی؟ برای مردمی که 90%شون فکر میکنن حضور شما حاصل توطئه امریکا بوده، برای مردمی که فکر میکنن الان امریکا به یاری شما اومده. و بنابراین هر کدوم از این حرفا رو بزنید، فقط ممکنه 4 تا بچه پاسدار رو توی پادگان خاتم الانبیا خوشحال کنه، ولی ملت ما میدونن همه اینا فریبکاری و دروغه. آقای روحانی و آقای وزیر خارجه با تمام قدرتشون تلاش میکنن در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، برن در دل آمریکا، یه جوری میخوان باش کنار بیان. در عراق عقب نشینی میکنن، امتیاز میدن، اجازه فروف ارسال نیرو نمیدن. اینا همه برای جلب رضایت آمریکاست. و اون وقت میان اینجا میگن که بله این آمریکای جهانخوار و این دشمن و اسلام آمریکایی. به نظر من اسلام آمریکایی در وجه کاملش در جمهوری اسلامی برقراره و حکومت میکنه، چون با کمک آقای کارتر اومدن اسلام آمریکایی رو هم اونا علم کردن و خیلی هم زیرابی روابطی از تپانچه و انجیل و کیک فرستادن تا جنرال امیرالنیر اسرائیلی براشون موشک ببره، همین کار رو هم کردن. بنابراین اسلام آمریکایی در بهترین وجهش در ایران حاکمه. آقای سازگارا چرا مخالفید با این گفته آقای نوریزاده؟ نه واقعا آمریکا کجای این داستان هست؟ کجای اوضاع منطقه هست؟ و الان همسوی مصالح واشنگتن و حکومت ایران، و نه ایران لزومن و مردم ایران، و حکومت ایران، آیا همچین همسویی وجود داره در منطقه؟ العربیه به نقل از الحیات منتشر کرد آقای چالنگی مذاکرات آقای کری رو با آقای مالکی که در واقع امریکایی‌ها اعتراضشون با آقای مالکی این است که مخالفین دولت مالکی فقط گروه داعش نیست، بلکه گروه‌های مختلف سنی هستند، به خصوص عشایر اهل تسنن که بسیار دلگیرن، نیروی بزرگی هستند. همینطور بسیاری از بازماندگان حزب بس، اهالی ارتش صدام و غیره که عمدتاً زیر لوای فرقه نقشبندیه دارن فعالیت میکنن، و گروه‌های کوچک و بزرگ دیگه. و ضمناً تأکید کرده بود آقای کری که اگر ایران بخواد دخالت بکنه، امریکا گزینه‌های دیگری رو روی میز میگذاره. ولی از اون طرف این آقای دیوید ایگناتیوس که مفسر معروفی هستش، در روزنامه واشنگتن پست تحلیل جالبی رو نوشته بود که من هم با ایشون موافقم. ایشون نوشته بود که همه میگن امریکا در عراق اشتباهات بزرگی کرده، و نوشته بود که من هم موافقم، ولی ایران هم اشتباهات بزرگی کرده. و آقای قاسم سلیمانی به نوشته آقای دیوید ایگناتیوس اوورپلی کرده دستش رو بد بازی کرده، دفاع بی یک طرفه و بی رویه ایران از دولت مالکی، شیعه گرایی افراطی، کنار گذاشتن اهل تسنن و گروه‌های رقیب، به جای رسونده کار رو که ایران در 900 کیلومتر مرز خودش با عراق الان احساس ناامنی و آسیب پذیری می‌کنه. و به نظرم اتفاق دیگه هم در عراق مسئله استقلال کردستانه که آقای بارزانی خیلی با قدرت داره این کار رو به پیش میبره، به مجلس کردستان هم دستور داده ایشون که مقدمات همه پرسی رو برگزار کنن، در حالی که هم امریکا سخنگوی وزارت خارجش اعلام کرد که امریکا مخالف این کاره، هم ایران وزارت خارجش گفته مخالفه. ولی اقلیم کردستان ظاهراً به این موضوع، به این همسایگان توجه نداره، به خصوص اینکه کردها مشکلشون رو با ترکیه حل کردن مدت هاست. بسیاری از پروژه های اقلیم کردستان دست شرکت های ترکیه است، روابط خوبی برقرار کردن، و نظر میرسه که این
یک تحول بزرگی دیگه ایست که در عراق رقم خورد. آقای سازگار، پرسش من این بود دقیقاً که همسویی سیاست‌های واشنگتن و مصالح و منافع حکومت ایران، نکته‌ای که خیلی ها بهش اشاره کردن، حتی در زمان بوش وزیر خارجه عربستان سعودی آقای سعود الفیصل، ایشون اولین کسی بود با صدای بلند بود گفت شما رفتید عراق رو فتح کردید و تقدیم جمهوری اسلامی کردید. الان در حال حاضر همسویی سیاست‌های واشنگتن و مصالح حکومت ایران و نه کشور و مردم ایران، این رو به طور خلاصه اگه بفرمایید ممنون. به نظر من در تا اون حدی که هر دو نگران داعش باشند و گروه‌های تندروی مثل داعش که زمانی قطر پول بهش داده، کمک کرده، عربستان هم الان همسو از این حیث، عربستان هم بسیار نگرانه، 30,000 نیروی نظامیشو در مرز عراق چیده برای اینکه ارتش عراق از اونجا رفته بلکه از بغداد دفاع بکنه و اونها هم نگرانه گروه های اینچنینی هستند. در این حدود آقای چالنگی به نظر من در عراق همسو هستند، ولی در سایر موارد اختلاف دارند. در عراق، در افغانستان هم الان اختلاف، ایران از عبدالله عبدالله که تاجیک هست پشتیبانی میکنه، در حالی که امریکایی ها احمد غنی رو در واقع ترجیح میدن. اینجور نیست که در همه موارد همسو باشن در عراق، ولی اون بحث کلان و انتقاد کلان سعودی ها به دولت آقای بوش که شما حملتون به عراق باعث شد که یک دولت سنی کرار رفت، یک دولت شیعه بر سر کار اومد و دست ایران باز شد در اونجا، اون یک حرف اساسی و بزرگ در منطقه که به نظر من پشت بسیاری از اتفاقات منطقه رقابت ایران و عربستان هم وجود داره و میره توی اون مشکل اساسی که دنیای اسلام بین دعوای شیعه و سنی داره و متاسفانه نمیتونه حلش بکنه. آقای نوری‌زاده، آقای سازگار اشارش این هستش که نگرانی مشترک درباره گروه های مثل داعش آمریکا و جمهوری اسلامی دارن. حال اون که گزارش های منتشر شده در منطقه که جمهوری اسلامی دستی بر شانه داعش داره و در واقع یکی از پدیدآورندگان یا کمک کنندگان مستقیم به داعش بوده. ببینید آقای چالنگی، بله، خصوص ارز کنم این متنی که آقای سازگاره بهش اشاره کرد که آقای صدقیان نویسنده عراقی مقیم ایران که خبرنگار الحیات هست متنشو به دست آورد و بسیار متن جالبی است. من در برنامه امروزم که پیش از این برنامه پخش شد متن کامل رو ترجمه کردم و این بسیار خوبه، برای اینکه اولا نشون میده مالکی تا چه حد در برابر وزیر خارجه آمریکا حقیره و تا چه حد وزیر خارجه آمریکا تندی میکنه باش و کاملا دستش رو آشکاره و اونجا تضادهای سیاست آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق آشکار میشه. آمریکایی‌ها پیش خودشون فرض میکنن جمهوری ولایت فقیه میتونه یه نقش سازنده مثبت داشته باشه، نمیدونن این جمهوری از روز تولدش نقش مخرب داره، در شورزار و گنزار زندگی میکنه، گنزار سیاست، آدمکشی، کشتار مجال رشد بهش میده، بنابراین هیچ وقت نمیتونه سازنده باشه، هیچ وقت نمیتونه به کار صلح و تداوم بده، تدارک بده. اگر آدمهایی هم پیدا بشن که چنین منظوری داشته باشن تو همون ایران تو سرشون میزنن، مثل مقالات اخیر آقای شریعت مداری علیه آقای روحانی. به هر روی در پاسخ به سوال شما این نکته رو بنده خدمتتون عرض بکنم. ببینید آقای چالنگی، آنچه امروز در عراق داره اتفاق میفته دور از اون برنامه نیست که سپاه پیاده کرد. ببینید در سوریه گروه داعش از یه مجموعه از افراد عرب جزیره العرب و شمال آفریقا و چچنی و غیره به وجود اومد. ترکیه هم تسهیل کرد، اجازه داد اینا وارد سوریه بشن. اتفاقی که افتاد در اون زمانی که اینا وارد میدون شدن، نیروهای مخالف نزدیک 45% خاک سوریه رو در تصرف داشتن.
ارتش سوریه به داعش میدون داد. هر جا که ضعیف بود در برابر اپوزیسیون عقب نشینی کرد، داعش رو فرستاد تو و داعش رفت اپوزیسیون رو زد با وحشیگریاش. اینجاست که میگن یک دست قاسم سلیمانی و یک دست جنرال علی دوبا از استخبارات سوریه زیر سر داعشه. داعش سوریه بدون شک با رژیم سوریه و جمهوری اسلامی ارتباط داره. یه نمونهش این که میخواستن در یه منطقه آتش بس اعلام بکنن، نمایندگان سپاه پاسداران با داعش گفتگو میکردن. در عراق وضع فرق میکنه، همونجور که آقای کری گفت، دیگران گفتن، رهبران عراق دکتر عیاد علاوی و اینا میگه داعش 2000 نفرن، خیلی هاشون هم عراقی هن. از همون القاعده سابق بودن، ولی تو عراق الان 30-40 هزار نفر علیه مالکی شورش کردن. اینا اکثریتشون ارتش سابق عراقن، بعثی ها هستن و عشایر. و آقای علی حاتم، شیخ علی حاتم سخنگوی اینا میگه که آقای مالکی انگشت به سوی داعش میکشه که بگه این یه جنگ بین تروریسم و بین حکومت متمدن ایشون. نه، چنین نیست. مالکی کنار بره، 90% اینا که اسلحه دستشونه اسلحه رو میذارن زمین. اینجا جمهوری اسلامی به نظر من خطای بسیار بزرگی مرتکب شد. جمهوری اسلامی با ادامه حمایت از مالکی در واقع خودش رو طرف مستقیم درگیری ها کرده. پریشب این شیخ سرخی در کربلا اعلامیه بسیار تندی علی آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و حزب الله و غیره داد، و همینطور علی آقای سیستانی به خاطر فتوای جهادش. آقای جانکری، داره میریم یه موضوع دیگه، اجازه بفرمایید. ببینید، حرف من این نیستش که تمام اونهایی که شورش کردن اینا داعش هستن، نه. حرف بر سر همین 2000-3000 نفر هست، شما هم در جریان هستید. حتی پیش از اینکه اوضاع به این شکل در بیاد، گزارش های منتشر شد که همین 2000-3000 نفر در شهرهای در همین موصل هم حتی پیش از به قدرت رسیدن در واقع یک جور در محله ها حکومت اسلامی یا مقررات اسلامی هم برقرار کرده بودن. عشائر افسران پیشین دولت عراق که الان شورش کردن، طبعا اونا در نظر گرفته میشه. اما اون گروه داعش، همون 2000-3000 نفر که هیچ فرقی با گروه داعش سوریه نداره، اینها ارتباطشون چی هست؟ اینا آیا مایه نگرانی مشترک آمریکا و جمهوری اسلامی است؟ حالون که جمهوری اسلامی همچنان مرتبط هست باز به اسناد مدارک و یا گفته‌ها و گزارش‌هایی که منتشر میشه با داعش. بله، ببین، من باز خدمتتون تکرار میکنم، داعش سوریه ترکیبش فرق داره با داعش عراق. داعش عراق بخش عمده ایش خود عراقی‌ها هستن، از طرفداران صدامن، از اسلامی‌ها هستن. یه بخش کوچکی هم توشون که میگن اینا نفوذ کردن و میگن نفوذی‌ها با جمهوری اسلامی در ارتباطن و اینان که عملکرد داعش رو در واقع به گونه‌ای به زشتی و جنایت آلودن که این تصویر در نزد منطقه و جهانیان باشه که این حکومت آقای مالکی یه حکومت ضد تروره. من مدرکی ندارم که بگم داعش عراق با جمهوری اسلامی ارتباط داره، ولی داعش سوریه به طور قطع ارتباط مستقیم با آقای قاسم سلیمانی و سپاه قدس و تشکیلات استخبارات سوریه داره. برای درباره وابستگی داعش سوریه و عراق و جمهوری اسلامی مدارک روشنی منتشر نشد. اون چیزی که وجود داره عملکرد اونها هست، و منم حرف من این هستش که طرفداران صدام حسین ممکنه بعضی هاشون به داعش عراق پیوسته باشن و یا جداگونه حرکتی رو انجام بدن همسو و همزمان یا ائتلافی با داعش، اما اون چیزی که تعیین کننده هست عملکرد گروه ها هست که در چه مسیری حرکت میکنن. و پذیرفتن این نکته که داعش سوریه و داعش عراق عملکرد کاملا متفاوتی داره، آقای نوریزاده، عملکردشون در هر دو کشور میبینیم کمابیش شبیه هم هست، نیست؟ بله بله، الان به خصوص خیلی به هم نزدیک شدن، چون الان دیگه اون نقطه مرزی بوکمال هم تسخیر کردن و قاطی شدن با هم.
خلافت اسلامی اعلام کردن در همون منطقه. بله، حالا من یه نکته رو خدمتون بگم که این به نظر من بسیار قابل توجهه. گزارش‌هایی داره میرسه از اینکه جمهوری اسلامی گروهی رو مأمور کرده در چچن با حمایت روسیه و اینا دارن جنگجویان سابق چچن رو استخدام میکنن که گفتن حقوق هم از 100-200 دلار شروع میشه تا 1000 دلار و بخش بزرگی اینا رو دارن میارن از راه ایران به عراق بفرستن. یعنی در برابر اون گروه ها اینا هم بیان یه مجموعه سنی تندرو درست کنن، همون چیزی که تو سوریه شد، داعش و جبهه نصرت. این خبر دو سه روزه در محافل پخش شده. اتفاقا دیروز یکی از دوستان عزیز کردم اینو شنیدم که میگفتن بخشی از اینا رو میخوان به کردستان بفرستن. خب من این نکته رو اشاره کنم، این امر کم سابقه نیست. در منطقه گفته میشد خود سازمان حماس رو سالیان سال پیش در نخستین اقداماتش سازمان های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل به وجود آوردن، همونطور که طالبان رو هسته های اولیه طالبان که از درونش نوزادهایی مثل القاعده بیرون آمد رو هم واشنگتن به وجود آورد برای مقابله با کمونیسم و جنگ با شوروی. و این تعجب برانگیز نیست اگر که یک حکومت شیعه در منطقه مثل حکومت ایران که مصالح خودش رو، بقای خودش رو بر همه چیز ترجیح میده، به گفته آیت الله خمینی حتی برای بقای خودش میتونه واجبات دین رو هم تعطیل کنه، هیچ تعجب برانگیز نیست که یک گروه افراطی اهل سنت رو به وجود بیاره که حتی ضد شیعه هم باشن اما مصالح سیاسیش ایجاب کنه که از این گروه حمایت کنه و تسهیل کنه پیشرفت این گروه رو تا جاهایی که مصلحت حکومت تهران و حکومت‌های حامی ایجاب میکنه. در این مورد حتما صحبت و سخن خواهیم گفت. از جمله مصلحت‌هایی که احتمالاً بسیاری از مفسرین هم بهش اشاره کردن، احتمالاً آقای سازگارای، یکی هم این هستش که مذاکرات اتمی در وین در جریان هست. از جمله کارت‌هایی که میشه در دستشون باشه یکی هم اوضاع عراق هست، توسعه اختاپوس نفوذ حکومت ایران در عراق، همون فرمی که در خود داخل ایران هم وجود داره، گفته میشه حکومت ایران اپوزیسیونش هم خودش اداره میکنه، در عراق هم دولت در دستشه هم بخشی از اپوزیسیون، ناراضیان، عشایر به جای خود محترم، در مذاکرات پشت پرده بین جمهوری اسلامی آمریکا 5 به اضافه، در سوریه هم حضور داره، در لبنان هم میتونه فردا دوباره جنگ داخلی آغاز بشه نفوذ داره، در مسئله فلسطین و همه اینها. تفسیر شما رو میشه. مثال خوبی زدید آقای چالنگی. من فکر میکنم وقتی که شوروی افغانستان رو اشغال کرده بود و گروه های جهادی از سراسر دنیای اسلام میرفتن برای جنگ با کمونیست های شوروی در افغانستان، خب آقای بن لادن هم از عربستان رفت و ثروتی هم داشت، امکاناتی خواست درست بکنه تا داوطلبین جنگ با کمونیست ها رو از سراسر دنیای اسلام سازماندهی بکنه. آقای بن لادن در واقع در ارتباط مستقیم با آمریکا اونجا نرفت، ولی وقتی که بساطش رو پهن کرد، امریکایی ها در مقاطعی حمایت هم کردند یا لااقل چشمشون رو بستند برای اینکه کار او رو ضد شوروی و دشمنشون میدیدند. اما وقتی که جاگیر شد آقای بن لادن و تشکیلاتی که درست کرده بود، به خصوص با تئوری که داشتند افراطیون القاعده، تبدیل به ماری شد که خود امریکا رو در درجه اول گزید و تبدیل شد به یکی از دشمنان تروریستی امریکا. همین اتفاق میتواند در مورد داعش هم افتاده باشه، یعنی تشکیل گروه داعش از افراطیون اهل تسننی که دنبال خلافت و حکومت از نوع این آقای ابوبکر البغدادی و غیره و اینها باشن، خودش به دست ایران به وجود نیامده باشه، ولی جمهوری اسلامی در سوریه به خصوص برای اینکه قیام مردم سوریه
علیه یک دیکتاتور خونریز مثل بشار اسد رو میخواست تبدیل بکنه به جنگ یک عده افراطیون مسلمان علیه یک حکومت سکولار مثلا، یا تبدیلش کنه به جنگ داخلی، بعید نیست در مقاطعی آنچنان که اخباری هم حداقل اپوزیسیون سوریه بارها مطرح کرد که ایران به داعش کمک هم کرده باشه، پشتیبانی هم کرده باشه، ولی این پایان ماجرا نبوده. این منتها این گروه ها به دلیل تئوری که دارن و وقتی که قدرت گرفته گروهی مثل داعش با اون سنیگرایی افراطی که دارن، طبیعتاً اولین تیرش متوجه شیعه گرایی افراطی نه آقای مالکی بلکه کل جمهوری اسلامی میشه. و الان موضوع بانمکی که اتفاق افتاده این نیست که آقای ابوبکر البغدادی مدعی رهبری جهان اسلام و خلافت اسلامی و یه نقشم چاپ کردن که از اسپانیا تا شرق اتریش رو نمیدونم بالکان و غیره همه جزء خلافت ایشونه. از اون طرف آقای خامنه ای هم که رهبر جهان اسلامه و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، البته هفت درویش در گلیمی بخسبند. بنابراین این ماجرا به نظرم اشاره که شما کردید کاملا به جاست و اتفاقی است و مکانیزمی است که افتاده. ولی به هر حال حوادث عراق به نظر میرسه پیچیده تر از این است که فقط یک داعش بازیگرش باشه و با این شوخیا و مزخرفاتی که میگن بتونن فعال اصلی صحنه باشن. تقریبا همه مفسرین پیشبینیشون این است که اگر شیعیان عراق آقای مالکی رو کنار نگذارند و عقل به خرج ندند و دوستی نکنند، عراق سرنوشتش تجزیه خواهد بود و دست کم به سه کشور تجزیه میشه اگر به بیشتر تجزیه نشه. در مذاکرات هسته‌ای وین هم خبرگزاری ها دیروز فکر میکنم رویترز بود گزارش داده بود که اعلام شده که مسائل عراق در وین اصلا مطرح نخواهد شد. اجازه بفرمایید پس حتما به این نکته باز خواهیم گشت. منتها نکته که شما اشاره کردید دو پادشاه در اقلیم نگنجند هفت در گلیمی بخسبند، منظورتون استنباط میشه ازش کرد که به هر حال خلیفه و ولی فقیه اینا همه میتونن با هم دیگه باشن در منطقه یه همچین چیزی، یا اشارتون به اینه که در حال نه خیر، پادشاه در واقع قدرت مدار اصلی است که نفر اولی است که ادعای ریاست داره. آقای البغدادی پادشاهی خلافت، حالا اسمشو خلافت میذاره، مراد به هر حال درویش یه مقدار نزدیکتر میشد به این صحبت. من فکر کنم اشاره شما به این هست برای روحانیتش یه در زمان جنگ هم در حوزه کسانی که حکومت میکنن تجربه دارن دیگه، ده دوازده نفری شاید در یک اتاق میخوابیدن، هیچ مشکلی هم نبود. اما آقای خامنه ای خودش و امیرالمومنین دنیای اسلامی به... هم آقای البغدادی به همین دلیل هست که الان این همه پول آقای خامنه ای هم در زیر نگینش هست، هیچ نظری به اون نداره، سر جاش هست پوله، 85 میلیارد دلار این زندگی درویشی است دیگه. آقای نوریزاده سایه به آنچه رویدادهای عراق رو بر مذاکرات اتمی اگر بگن نداره میشه باور کرد مسئولان؟ به هیچ فرد. اولا اینو براتون عرض بکنم آقای چالنگی، جمهوری اسلامی با آنچه در عراق رخ داد، با اون گیجبازی اول آمریکایی‌ها و واکنش انفعالی جهان عرب تصور کرد ها مثل سوریه یه برگه دیگه دستش اومد، حالا میری در مذاکرات اتمی شروع میکنه ناز کردن. درست دوازدهم همین ماه بود که دیدیم ناگهان لحنا در تهران عوض شد در یازدهم دوازدهم ژوئن، آقای خامنه‌ای شروع کرد تون گرفتن، آقای ظریف گفت خط قرمزا رو عبور نمی کنیم. خلاصه از این حرفا به گوشمون رسید. آقای علی اکبر صالحی بله بعضی جاها برای ما خط قرمزه. اما مذاکرات دو ساعته آقای بیلبرن در با هیئت ایرانی این رو نشون داد که آمریکایی‌ها ترجیح میدن مذاکرات اتمی در چارچوب مذاکرات اتمی باشه
و اگر بحث دیگری دارن فارغ از اون مذاکرات بیرون با هم گفتگو کنن. الان تمام چیزا رو میزه و به نظر من مشخص شده. جمهوری اسلامی هنوز داره چونه میزنه هم سر آب سنگین عراق و هم سر تعداد سانتریفیوژها. اون طرف مقابلم میگه نه خیر چنین نیست، چون آقای اوباما تأثیر مجازات ها رو دیده و الان میخواد با تکیه بر این مجازات ها بدون اینکه یه گلوله در بکنه برنامه اتمی ایران رو خونسا بکنه. 20 ژوئیه داره میاد، نزدیک میشه. من تصورم اینه که این مراسم ازدواج رو برگزار خواهند کرد. در ازدواج موقتشون در 6 ماه پیش بود، حالا یه ازدواج دائمه و بنابراین خطبه‌ام آقای خامنه‌ای اوردی خونده و این است که این اداها و بازی‌ها ما به امریکا نمیدونم نخیر ما امتیاز نمیدیم و ما عقب نمیشینیم، اینا همه حرفه. عقب نشستن امتیاز دادن، سانتریفیوژا رو آوردن پایین، برنامه های اورانیوم غنی شده 20% رو تبدیل کرده، تمام اینا اتفاق افتاده و به نظر من جمهوری اسلامی در 20 ژوئیه موافقت نامه نهایی رو امضا خواهد کرد. اگر یه ایرادای کوچیکی داشته باشه ممکنه بگن یه تکمله خواهد داشت در یه هفته دیگه، 4 هفته دیگه، 5 هفته دیگه حلش میکنیم، ولی اساس کار اینا پذیرفتن. امریکایی هم زیر بار ربط دادن این پرونده با پرونده عراق و سوریه نخواهند رفت و این به نظر من یه ماسته، یه اصل اساسیه که ماست البته به معنای انگلیسیش گفتم باید، و این یه اصل اساسیه که طرفهای دیگر مذاکرات هم پذیرفتن. خانم اشتون هم بر این باور، خانم کاترین اشتون، که نباید مذاکرات اتمی رو به قضایای دیگری ربطش داد. اشاره کردن آقای نوری‌زاده به ازدواج موقت 6 ماه پیش که 20 ژوئیه تموم میشه و طبعا رضایت بوده الان ازدواج دائم خواهد شد. در این فاصله کدوم طرف حامله شد؟ به معنی مسائل بیشتر. بله، من اونی کسی که دارم میبینم جمهوری اسلامی که دو قلو هم حامله شده، یعنی اگر طرف رو اینجوری بگیریم، چون یه قولش در سوریه است یه قولش در عراق، داریم میبینیم اوضاع چطور. راستی شما یه اشاره کوتاهی شما دکتر سازگارا به مسئله افغانستان کردید. این موضوع رو من بهتون بگم، اگر دکتر عبدالله اینطور که پیداست، اینطورم که من شنیدم از استاد خلیلی معاون رئیس جمهوری افغانستان که چند روزی لندن بودن، برنده انتخابات آقای اشرف غنی است، ایشون برنده شده و دلیل برنده شدنش هم اونجور که برای من توضیح دادن بسیج تمام هزاره ها، حتی پشتون ها، حتی طالبان گفته بود برید رأی بدید و بقیه بود، برای اینکه جمهوری اسلامی به وجه بدی به یاری دکتر عبدالله اومده بود، در حالی که دکتر عبدالله یه شخصیت مستقل و بسیار محترمه و چقدر من آرزو داشتم به ریاست جمهوری برسه، ولی به محض اینکه جمهوری اسلامی میاد تو بازی طرف رو خراب میکنه. کما اینکه از روز اول آقای مالکی این نبود، ولی حمایت‌های جمهوری اسلامی ازش، حمایت‌های جمهوری اسلامی از کرزای، کیسه پلاستیک پول دادن به رئیس جمهوری کشور، او رو بی اعتبار و بی آبرو میکنه. این کارو با مالکی هم کردن و بنابراین اسم جمهوری اسلامی اصلا مثل جزامه، یعنی به محض اینکه به یک کسی میچسبه بی اعتبارش میکنه، بی آبروش میکنه، نزد ملتش منفورش میکنه. این واقعا عجیبه، این اسم عین جزام. خب پی خواهیم گرفت تا لحظاتی دیگر. تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. آقای سازگارا، جدا از مسائل عراق، مسائل افغانستان که همه اینا به هر حال به نحوی مربوط میشن به ایران و مردم ایران، با عملکرد حکومت ایران به هر حال دخیل هست در اوضاع منطقه. کارنامه یک ساله دولت آقای روحانی رو در برابر داریم.
یک سال گذشت، ارزیابی شما رو میشنوید. بعد از این مدت وعده هایی که داده شد چه شد؟ آقای روحانی شاید مهمترین وعده شون حل همین مشکل اتمی بوده که هنوز نامعلومه. من برخلاف آقای نوریزاده خیلی به این مذاکرات خوشبین نیستم، اگرچه کاملا آقای نوریزاده درست میگن، ایران در زبان دیپلمات‌هاش و در اخباری که آدم میشنوه کوتاه اومده، خیلی چیزها رو عقب نشسته و فقط دارن میگن که این حرفها، این عقب نشینیها موقت برای اعتماد سازی، ولی به گفته بسیاری ناظرین اون چیزهایی که غربی ها انتظار دارند بسی بیش از این هاست و ایران هنوز پاسخی نداده. مثل پروژه موشکی ایران، مثل چاشنی های انفجاری و این تریگر ها و سویچ های فشار قوی که آژانس میگه ایران هنوز جوابی نداده، مثل مکانیزم برداشتن تحریم ها که ایران مدعی بود یک جا بردارن و غرب به هیچ وجه چنین چیزی رو رضایت نمیده. البته ظاهرا مثل که ایران این یکی رو پذیرفته که به این زودی ها تحریم ها رو بر نمیدارن. به هر صورت اولین وعده آقای روحانی مسئله هسته‌ای بوده که به هر حال الان در وین در جریانه و هیئت ایرانی گفته اگه لازم باشه تا آخر تیر ماه هم میمونه، بلکه این رو به جایی برسونه که باید نشست و دید. اما سایر وعده های ایشون هم متاسفانه باید گفت که تا اینجای کار به هیچ جایی نرسیده، از جمله وعده اقتصادی که سقوط بورس تهران بیش از 20% در همین چند روز و مصیبتی که داره سر سهامداران جزء و خرد در این بورس میاد و زیان کارخانجات از یک سو، از سوی دیگه کم شدن نقدینگی باعث شده که به سرعت بورس سقوط کرده و رکود گسترده‌ای که دامن کشور رو گرفته مرتفع نشده. تورم دولت دائما میگه ما تونستیم بیاریمش پایین، اندکی رشدش کاهش پیدا کرده ولی کماکان روی تبل تورم 30-40% اقتصاد ایران میکوبه. در حوزه حقوق بشر که خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل من دیدم مطرح کرده بود که در مذاکرات با ایران، هر نوع مذاکره با ایران، باید حقوق بشر گنجانده بشه برای اینکه دنیا نگران نقض حقوق بشر در ایرانه. متاسفانه در یک سال گذشته هم آمار اعدام ها افزایش پیدا کرد، هم سختگیری و سرکوب مردم افزایش پیدا کرد و مختصری آقای چالنگی در جاهایی مثل دانشگاه ها که آقای فرجی دانا سعی کرد کمی باز بکنه، شما ببینید هم مجلس گارد گرفته، هم شخص آقای خامنه ای ایشون به میدون اومده خودش که دانشگاه باید غیر سیاسی باشه. حالا ایشون یادش رفته 10 سال پیش خودش میگفت باید سیاسی باشه و دانشگاه ها رو گورستانی میخوان برای اینکه میترسن از دانشگاه، میدونن که موتور محرک حرکت های اجتماعی ما بیش از 60-70 ساله که جنبش دانشجویی، لذا سرکوب دانشجویان، دستگیری فعالین دانشجویی، زندان های طویل المدت و بستن هر نهاد مستقل در دانشگاه ها و درگیری ها کماکان ادامه داره و سکه رایج است. لذا به نظر من این یک سال گذشته رو، کارنامه آقای روحانی رو فقط باید گفت که تقریبا همون جایی ایستاده ایشون که سال گذشته ایستاده بوده. من شخصا در جبهه‌ای نمی‌بینم که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای ایشون بتونه ارائه کنه. یک جمله رو عرض کنم، ایشون از این جمله‌های خیلی کوتاه باشه ایشون ایشون گفتش که نظام والله رو هم قسم خورد، نمیدونم در جمع وزارت صنعت و معدن، که گفتش ایشون که تحریم ها نظام شکست خورده و هیچ بند شکسته و هیچ بندزنی هم نمیتونه اونو برگردونه. من فقط عرض میکنم ایشون اشتباه میکنه، درک نادرستی از
سیاست بین المللی و نظام ساختار این تحریم ها داره که اتفاقا در 6 ماه گذشته تقریبا هیچ کجاش رو به اون شکل نذاشتن شکست بشکنه و خدشه‌دار بشه. و آقای روحانی اگر تبلیغاتی نگفته باشه کلکولیشن و محاسبه اشتباهی کرده. آقای نوری‌زاده در همین زمینه تفسیر شما رو میشنم، اینکه هر از چندگاهی کسی بیاد وعده‌ای بده بعد از یه سال دو سال بعد بگن خب نمیشه، آقای خامنه‌ای نمیشه. در دوران الان هم ظاهرا همون شد. در دوران طاغوت که ماها تصور میکردیم آزادی نیست، توفیق یک روجلدی داشت که هیچ وقت یادم نمیره، عکس مرحوم هویدا بود، اسمش گوشو عصایی، بعد نوشته بود گفتی که نان ارزان شود کو نان ارزانت، عمد به قربانت عمد به قربانت، همون نوحه که میخوندم با این وصف رو جلدش و این رو گذاشته بود. حالا واقعا آقای روحانی برای نخست وزیر وقت بله برای آقای روحانی هم باید همچی چیزی رو خوند. ایشون آمدن و اشاره کردن در همین سخنرانی اخیرشون که سال 84 و 92 تموم شد، ایرانیان برگردین کشورتون سرمایه گذاری کنین تا ما مثل دست گل سرتون رو مثل آقای خسروی ببریم. آخه ببینید حرف زدن خیلی راحته، آدم وعده میده شال بنفش میندازه میاد با مردم، ولی در عمل چه کردید؟ آقای روحانی جربزه اینو نداره، یک ساله میخواد بره عربستان انو نتونسته. مشکلات اساسی بین دو کشور است که اگه حل بشه لبنان، عراق، خیلی جاهای دیگه اوضاع فرق میکنه. این شهامت و جرأت رو نداره به سید علی خامنه‌ای بگه آقا من رئیس جمهورم، 18 میلیون من انتخاب کردن، مسئولیت دارم، نمیخوام کشورم آزار ببینه، مورد نفرت قرار بگیره، فوش بهش بدن، میخوام برم مسائلش حل کنم. نمیتونه. در مسائل داخلی شما نگاه کنید تا یه قدم برمیداره آقای حسین شریعت‌مداری بازجوی سابق و لایق وزارت اطلاعات میپره وسط، دو تا مقاله میرسه آقای روحانی جا میزنه. نه این درست نیست. ایشون من الان یه موردی رو میخوام اینجا بگم که حتما دکتر سازگارم بهش توجه داره، مسئله بدهی بخش خصوصی و آنترپرنوها یا کارآفرینان به بانک هاست. اون طفلک خسروی رو که گرفتن اعدامش کردن، معافرید، و واقعا بیگناه یه آدمی رو که در مملکت هزاران کار تولید کرده بود و اگر اینجا بود مثل ریچارد برانسون لقب سر بهش میدادن، تو ایران کشتنش. بابک زنجانی هم زندانه، اون شهرام جزایری هم هنوز زندانه چون آقای محسنی اژه‌ای هنوز کاملا پولاشو نگرفته. خب در چنین شرایطی 20% 25% کسایی هم که 90% این وام ها رو بالا کشیدن و ندادن، اون 10% باقی مانده کسانی هستن که زمان آقای خاتمی بانک تصفیه کرد بهشون وام داد، رفتن کار تولید کردن، پروژه‌ای داشتن، رفتن وسایلی تولید بکنن برای ماشینالات، وسایلی برای نمیدونم سوخت، برق، نمیدونم گاز، غیره، لوله تولید کنن. اینا رفتن کارخونه رو زدن، شروع هم به کار کردن. آقای احمدی نژاد آمد و آقای مظاهری سیاست قفل زدن به بانک‌ها رو آغاز کرد. خب بقیه وام اینا رو ندادن، بهره رو کردن 18%، در حالی که با اینا 12% بهره بسته بودن. الان این بیچاره ها همه کارخونه ها اغلب در حال ورشکستگی، در حالی که اگه آزاد بذارنشون کارخونه ها سودده هن. از یه طرف هم تمام صنایع تکیه روی چین، صنایع داخلی داره یکی یکی نابود میشه دیگه، میدونه بکارت مصنوعی تا مهر و تسبیح دارن از چین میارن. این از این نظر خلاصه آقای روحانی هیچ راهی درست. آقای جهانگیری اومده یک نامه نوشته که بانک ها میتوانن، نه اینکه دستور بده، بانک ها میتوانن نرخ بهره رو رو همون 12% حساب بکنن، ولی این احتیاج به تصمیم گیری جدی داره، دولت باید بیاد دستور بده به بانک ها، بانک مرکزی باید اینستراکشن بده، نه اینکه بله بانک ها میتوانند همون بهره 12% رو معمول بدارن. آقای سازگارم با توجه به این موضوع، ببینید آقای خاتمی بود همین داستان بود، 8 سال تمام، آخرش هم اومد گفت والا ما رئیس دفتر رو نمیدونم
آبدارشی یا هرچی عنوانهایی که بیشتر از این نیست سیاست جمهوری، یه همچین وضعیتی که از روز اولش هم بود در همین برنامه ما روز اول اشاره کردیم که در این ساختار رئیس جمهور شکار است. امید میره اصلاح بشه، امید میره رئیس جمهوری که متعهد آقای روحانی به ولی فقیه، پیروی از ولی فقیه متعهد هست، اقدامی انجام بده خلاف میل ولایت. ببینید از آقای روحانی اگر از خودش بپرسید، ایشون میگه که من به اصطلاح به قول دوره قاجاری پلیتیک دارم میزنم، یعنی دارم الان در این مرحله کاری نمی کنم، آقای خامنه ای از دست من ناراحت شه و بتونم مشکل هسته ای رو حل کنم، بعد میام سراغ حل مشکل اقتصاد، بعد میرم سراغ حل مشکل حقوق مردم و حقوق اساسی. منتها من به عنوان یک منتقد عمل کرده ایشون عرض می کنم، به نظر من این استراتژی استراتژی غلطی است، برای اینکه آقای خامنه ای هم با اختیارات گسترده ای که داره به موجب قانون اساسی و دولت، رئیس جمهور رئیس دولتی است که باید در چارچوب سیاست های کلان نظام که رهبری ابلاغ میکنه عمل کنه و قوانینش هم مجلسی باید تصویب کنه که با مکانیزم شورای نگهبان یکسره زیر انگشت رهبری است و رهبری مثل دوره آقای خاتمی، مثالی که شما میزنید، 8 سال دوره اصلاحات آقای خامنه ای اجازه نداد حتی یک قانون، محض نمونه، حتی یک قانون مخالف منویاتش از مجلس بگذره و همین بازی رو ایشون داره میکنه. به اضافه این که در این چند سال نسبت به دوره اصلاحات وضع به مراتب هم بدتر شده، گروه های مافیایی قدرت و ثروت تا بن دندون فاسد شدن، فساد کشور رو گرفته. خود آقای خامنه ای اگر اولی که آقای خاتمی اومد سر کار هنوز اینجور دستگاه جبروتیش بزرگ نشده بود، الان یه قلم فقط 95 میلیارد دلار توی زیر یه سازمانش نهفته. سپاه در اقصانقاط کشور دستش درازه، گروه های مختلف فاسدی که در همه پروژه ها و همه ارکان اقتصادی کشور حضور پیدا کردند. این فساد گسترده که آقای خامنه ای فقط مثل یک رهبر ارکستر این گروه های مافیایی و فاسد ثروت و قدرت رو، خودش به عنوان یکی از بزرگترین فاسدا اینها رو فقط داره رهبری میکنه با همراه ببره، در مقابله با چنین بساط این کافی نیست که شما بگی من فقط میشینم آقای خامنه ای با من قهر نکنه من بتونم گام به گام برم جلو. این کار هم اتمیرم آقای سازگارا خیلی معتقد هستن اتمیرم ابتدا خود آقای خامنه ای چون عقب نشست کاملا ایشون رو انداخته جلو و اگر موافق نبود خب موافقت نمیکرد، یعنی میگه در واقع پیش برنده تصادفا حالا یکی شده مجری خاص آقای خامنه ای. کاملا کاملا الان اسنادش هم دیگه به کرات بیرون اومده که 1 سال و خورده قبل از سرکار اومدن آقای روحانی به دستور شخص آقای خامنه ای با آمریکایی‌ها ارتباط گرفتن، به اصطلاح ترکتور رو باز کردن و آقای ولایتی با خانم جرت اول دفعه صحبت کرده، بعد در عمان نشستن حرف زدن با همین آقای برنز و شخص آقای خامنه ای که اشتباه بزرگ محاسباتی داشته، ایشون تصور میکرد نفت ایران رو نمیتونن تحریم بکنن و همشون میگفتن اگر دست به نفت ایران بزنن 2 میلیون بشکه 2.5 میلیون بشکه صادرات ایران نفت میشه بشکه 200 دلار. تحریم کردن، جای ایران رو در بازار عربستان و عراق و کویت و کشورهای دیگه پر کردن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الان هم آقای چالنگی کنگره امریکا به قول کشتیگیرا سگک نشسته که اگر 20 جولای به جایی نرسه اون لایحه‌ای که پارسال مطرح بود رو و نفت ایران رو به صفر میرسون، 1 میلیون بشکه دیگه بعد کاهش پیدا میکرد یا سنا میگفت حالا 500 هزار بشکه به جریان بندازن.
بنابراین به نظر من آقای روحانی، عرضم رو تموم کنم، ایشون برنامه به حرف به عمل کار برایت به سخندانی نیست. اگر بخواهد کمکی مرهمی بر زخم این مردم باشه، یک برنامه یه همه جانبه ای میخواد که همزمان هم باید مشکل هسته‌ای، هم مشکل اقتصادی، هم مشکل حقوق مردم رو با هم پیش ببره، و اگر نه شدنی هست شدنی نیست. این پرسشیست که باید منتظر آینده بودم، و پلیتیکی که آقای سازگارا اشاره کرد زمان قاجار، در واقع پلیتیک این نوع پلیتیکی که الان جاری هست، یادش بخیر روان شاد عبدالعلی همایون سرکار استوار هم پلیتیک هایی میزد در علیه صمد، در سریال های صمد دوستانی که یادش هست، روان شاد عبدالعلی همایون بازیگر تئاتر و سینما نیست آقای نوریزاده، این پلیتیک های جمهوری اسلامی آقای روحانی آیا سرانجامی خواهد یافت نخواهد یافت به کجا میرسه؟ بنده تصور میکنم پلیتیک هاشون هم شبیه پلیتیک های مولا نصرالدین باشه که میگم یک قرون میگرفت سگ اخته میکرد، دوزار میاد میرفت همون. حالا اینا تازه توافق بکنن، تمام اصول رو قبول بکنن، برنامهشون درست بشه، بعد حالا بعدن آقای روحانی باید بیاد توی مملکت چه جوابی بده با این درگیری ها، برای که مملکت درست نکردن آقای چالنگی، مملکت رو نابود کردن. هر شاگرد نونوایی، هر روزخونی الان در مملکت خودشو حاکم میدونه، امام جمعه نمیدونم یالغوزاباد الان خودشو رئیس مملکت میدونه، و اینه که متاسفانه مملکتی بر پایه مجموعه مافیایی دزدا، هر آدم صادقی هم بخواد در این مملکت کاری بکنه، تا زمانی که اصل غیر مشروعی به نام ولایت فقیه در مملکت هست، هیچ کاری تو ایران نمیشه انجام. دوستان عزیز، میدونم بسیاری از شما همچنان پای برنامه یا فوتبال فرانسه و آلمان نشسته اید، مسابقه فرانسه و آلمان، و خودتون آماده بکنید برای بازی بعدی برزیل و کولومبیا. ما هم در اینجا به پایان برنامه میرسیم، میریم بقیه مسابقه رو ببینیم، و ما هم آماده هستیم برای بازی بعدی رو تماشا کردیم. با سپاس بسیار از آقای نوریزاده عزیز در لندن و آقای سازگارای عزیز در واشنگتن، به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری، الوند، کوه دالاهو و کوه ساران زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.